واسه بگیری بگو من خورشم رو استوب کنم. خورشت رو استوب کن. درود به همه شما سروران گرامی، عزیزای تو خونه. موضوع داریم، با موضوع اومدیم، با ارشیا دیتاکس. موضوع ویدیوی امروز غریب کشی ایرانی ها در غربت. سلام بده. درود به همتون دوستان. همین، امیدوارم که حال کنید با این ویدیو. یه خاطره از چی گفتیم؟ غریب کشیه ایرانی. آره بنویسم من اینو. ببین به نظر من حالا غریب کشیه از چیز میاد، از اینکه یکی اینکه زبان آدم نمیفهمه، یکی از بیشترین چیزهایی که تو پاچه آدم میره توی غربت و مهاجرت اینه که تو زبان نمیفهمی. یه خاطره که بخوام بگم در مورد تقریبا اولین بیزنسی که تو زندگیم شروع کردم و اولین و بزرگترین شکست زندگیم. برای مثلا یه دونه ثبت شرکت میخواستم یه کاری را بندازم که نیاز داشتم که شرکت ثبت کنم، کاری که بعدن خودم برایش 100 نفر انجام دادم، یعنی خیلی کار ساده. یکی از نزدیکترین دوستام همون موقع مثلا یه کاری که با 10 تومن میشه حلش کنی رو مثلا 2000 تومن به من گفته بود، مثلا تقریبا 20 برابر گرونتر به من گفته بود. بعد با همون پول 1 ماه 2 ماه من مهمون میکرد، مثلا اینکه ما الان داریم با هم بیزنس میکنیم، یه کاریون داریم میبریم جلو، خودم رو مهمون میکرد رستوران کافه به حساب خودش. بعد این آدم تو ذهن من رفته بود بالا، فکر میکردم ای ول چه رفیق خوبی مثلا مهمونم میکنه. بعد 5 سال فهمیدم که اونا پولای من بود. دلیلش پس میگه که زبان این بلد زبان نبودی خودت بریم اون اداره بپرسی مثلا دقیقا. این مجوز چقدر هزینه شد. دقیقاً آره. یارو سایید داره. بعد نه یکی از نزدیکترین دوستای زندگی میدونی، چون من تو سن پایین مهاجرت کردم. هنوزم باش در ارتباطی؟ بعضی موقعا با هم حال همو میپرسم. اینقدر رفیق بودی که اون تو پاچه نمیدونه کردن. که من میدونم. آره اون تو پاچه کردنو برات اونقدر مهم و... آره نمیدونه که من میدونم این داستانو. یعنی من رفاقتم باش ادامه دادم. شاید هم فهمیده. مثلا گفته ولش کن دیگه، این که چیزی نگفت، بذار بچه خوبی هم از تو این 5 سال. آره. فهمیدم بچه خوب. من نمیدونم کیه. میشناسیش ولی. آره. سن همون پس گفته خب این بچه خوبیه بذار. و خیلی خودش جالبه. هم که چیزی نگفت. احتمال داره که ببینه این ویدیو رو. یعنی ببینه الان پشماش میریزه که این فهمیده داستانو به روم نیورده کل این سالا. فرض کردیم که یه نفر از دوستامون که برامون ارزش داره میخواد مهاجرت کنه به هر کشوری غیر از ایران، به هر کشوری که زبان فارسی توش نیست. اولین توصیه پس شد این که زبان یاد بگیرید. من خیلی با خیلی از بچه‌هام صحبت کردم، گفتم چون خود من زبان نخوندم، بعد اونم گفتم تو محیط یاد میگیرم. آخه تو کدوم محیط چی رو می‌خوای یاد بگیری؟ می‌خوای فوش خارمادر تو محیط یاد بگیری؟ بیا اینجا که نمیان بهت یاد بدن از صفر شروع کنم. ولی بهترین کار اینه که با توپ پر بیای. یعنی آماده بیای. روز اول میای مثلا یه کشوری مثل اوکراین که انگلیسی حرف نمی‌زنن، نیای با یارو انگلیسی حرف بزنی برینم بهت. اصلا زبان یاد گرفتن یه دریچه جدیدی رو به زندگی آدم باز میکنه. تو میری تو یه فرهنگ دیگه، یه سری آدم دیگر رو از ته میشناسی. رفاقت از نظر من به قول یکی از دوستامون اینه که 2 نفر با هم یه کار هدفمند و خفن رو انجام بدن. یه مشروب دستت بگیری با یه مزه با یه پاکت سیگار قشنگ ترتمیز ریش سیبیلاتو بزنی ترتمیز کنی بری بیرون، عطر بزنی خوشبو. به نفر اول بگی آقا من ویسکی دارم مزه دارم بیا من تو این پارک بشینیم بخوریم، اگه بگه نه، دومی هم بگه نه، سومی هم بگه نه، دیگه چهارمی پنجمی نمیگن نه، تو به راحتی یه دوست پیدا کردی که نشستین با هم توی یه پارک و الکل خوردی. خیلی از آدما هم تو زندگی آدم هستن که بهشون میگیم دوست، شاید خیلی از چیزهای خصوصی زندگیمونو بهشون گفته باشیم، اما رفاقت ما، دوستی ما همین شکلی در حد اینه که آقا بریم بشینیم بخوریم اینجوری بوده. دقیقاً. غیر از اونایی که خودشون ثابت کردن توی بحث کار، اون کار خفن انجام دادن، مثلا 2 نفر با هم یه کار خفن. و کیفیت دوستی، من به نظر من سبک دوستی ها عوض میشه. درسته. کیفیتش حالا شاید هم بره بالاتر، معلوم بیشتر. نیست. آره. یک مثلا اون دیگه رب اون به اون کارهایی که 2 نفر برای هم انجام میدن رب داره. حالا من میگم که آقا هیچ دوستی نداشته باش مگر اینکه با یه نفر یه کار بزرگ و خفن و خوب انجام بدی.
دو نفری با هم با اون یه چیزی داشته باشه که تو نداری، تو یه چیزی داشته باشه که اون نداره، با هم یه کاری بکنی، این فقط در این صورت اسمشو تو قربت بذار دوستی، حداقل تا 4 سال ببری. آره تا 4 سال بعد خواستی بین دوستای عرق خور تو پارک یه دوست معمولی پیدا کنی باشه درد دل کنی تو مستی بریزی بیرون، اون موقع بعد 5 سال راحت تر میتونی انتخاب کنی. اول هیچ دوستی نداشته باش غیر از اینکه یه کار مهم، و چه بهتر که ختم به پول بشه. ببین توی اوکراین که بودیم، آلمان هم هستن و اونایی که میام دوری کنین ازش، اگر انتخاب داشتم برمیگشتم عقب شاید اون ایرانی رو دیگه انتخاب مثلا ازش دوری میکردم، انتخابش نمیکردم. میدونی حتی این شخصی که تو آلمان هم هست بعد آدمو نمیخواد، یعنی اون قضیه فقط اون فاصله گرفتن، انتخاب بهتری داشتنه. درسته. ولی تو اوکراین دو نفر بودن، شاید هم بیشتر بودن، من دو نفرشون رو فهمیدم، دو نفر بودن که برای بگو رفتن من تموم تلاششون رو کردن. هیچ وقت هم درد نکردم چرا از من خوششون نیومد، برای فقط بخاطر اینکه از من خوششون نمیومد. و زیراب هایی که زده شد به مرور برای من رنگ باز کرد، صحبت ها پازل ها رو کنار هم چیدم، کی چی گفت، کی چی نگفت، چه اتفاقی تو همون روز یهو بعد از اون یه اتفاق عجیب غریب افتاد که انتظارش رو نداشتی و فکرش رو نمی‌کردی. خودت می‌فهمی من چی میگم. برای همین دو نفر خیلی برای من آشکار شد خیلی چیزا، و خیلی اومدن در موردشون گفتن این آدم ها این کارا رو کردن علیه تو، و وقتی دور میشی خیلی راحت‌تر می‌بینی که چه بلایی سرت اومده. من فکر می‌کردم اینا کیان، دوست تموم شده رفت، من فکر می‌کردم اینا رفیقن. ولی خیلی رفیقایی هم بوده که فکر میکردم که بدی کردن، ولی نگاه میکنم نه هیچ بدی نکردن. آره اینا آره خب یه سر شعور مثلا بیشتر قربت خطرناکه واقعا. آره. نمیفهمی، یعنی توی ایران 10 تا دوست اینجوری به بد به اینجوری مثل این دوتایی که بهت گفتم آره اینجوری به پوستت بخوره، تهش یه حاشیه امنیت داری که هویتت ایرانیه، ایرانی از اینجا خودت. بیرونت نمیکنن. آره. نهایتش آره. مثلا یارو بخواد یه تو رو چه میدونم بندازه زندان و اینا، که اگه خلافم نکنی نمیندازن از زندان هیچ کاری نمی، یا اینکه بشینه پولتو بالا بکشه که اونم برمیگرده ببین که 400 میلیون حالا چقدر ایران جمعیت داره، 100 میلیون ایرانی مثلا جمعیت باشه، بالاخره اینقدر تو اگه آدم زرنگی باشی با همون زبان مادری خودت میری اطلاعات کسب می‌کنی، اون فریب رو نمیخوری. ولی اینجا چون زبانم بلد نیستی، تنها هم هستی، یکی در قالب رفیق میاد، خیلی باید حواست جمع باشه. یه اصلی رو قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنیم، من اینجا چند 4 تا اصل نوشتم، خب 3 تا اصل نوشتم. یکیشو که صحبت کردیم زبان بلد نبودن و ایرانی ها میان جلو در قالب رفیق. یه دونه دیگهش آدم ها برای بالا رفتن خودشون توی غربت باید رقابت نمی کنن، پاشونو میذارن رو دوش آدم و میرن بالا. تو اون ارتباطی با اون آدم اون لحظه یقین داری که این نمیخواد بهت آسیبی بزنه، اما بحث اون زمان نیست، بحث 1 سال دیگه است، 6 ماه دیگه است، 2 سال دیگه است. آدم ها فقط دیگه اینجا ایرانی ها نیست، آدم ها توی غربت برای بالا رفتن خیلی ها رو میتونی پیدا کنی که برای بالا رفتن با تو رقابت نمی کنن، پاشونو میذارن روی شونه آدم، رو سر کله آدم میرن بالا. و در پایان اصل سوم، اولویت همه چیت باید پول باشه. Yeah.